سلام به هنرجوی عزیز آرتول من محمد بیابان هستم از وبسایت آرتول داتا یار در خدمتتون هستم با مینی دوره دورخیز مینی دوره دورخیز خیلی کامل و خیلی مثال جالبی توش شرجا شد و نکات خیلی خیلی کلیدی توش مطرح شد که جلوتر ریس فصلار بهتون میگم تو این ویدیو مقدماتی قصرام دوره رو بهتون معرفی کنم و سرفصلاش رو بهتون بگم فصل یا بخش اول مربوط میشه به فوتوشاپ چون میخواستم میخورده جامعه تر باشه و اون کسایی که فوتوشاپ بلد نیستن از این بخش استفاده کنن نکات کلیدی توش گفته شد نکاتی که نیاز نقاشی بکشین تو این بخش گفته شد اگر فوتوشاپ مسلط هستین نیاز نیست این بخش رو ببینین و بهتر برین رو بخش بعدی اگه بخوام خیلی خیلی خلاصهوار این لیست رو بنویسم بخش بعدی بخش درک حجم ما تو درک حجم ایزومتریک و پرسپکتیو اشاره میکنیم مثالاشو میزنیم و همینطور خوب درکش میکنیم که پرسپکتیو و ایزومتریک چه جایگاهی دارن تو این بخش تمرین خاصی هست و شما میتونید حجم و درک بکنین و با فضای سبودی خیلی آشنا بشین این بخش شماره سه بخشیه که مربوط به تجزیه کار میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یه تصویری هست اینجا من چطور این تصویر بکشم سوالی که تو این فصل مطرح میشه اینه من چطور بکشم همه مسائل رو درک کردم تمرین رو انجام دادم حالا یه تصویر روبروم حالا یا توی ذهنمه یا به صورت عکس دیجیتال یا حقیقی روبروم قرار داره حالا من اینو چطور بکشم از کجا شروع کنم این بخش بیشتر مربوط به این سواله که یک تصویر رو چجوری تجزیه کنیم ساده سازی کنیم یا مثلا وقتی یه بطری هست چجوری میتونیم مثلا اونو به صورت دو مخته ای اجرا کنیم و بعد از اون خطوطش رو نرم کنیم مثلا چه این چیزایی تو این بخش هست خیلی هم کاربردی بخش بعدی مربوط به نور حجمایی که اینجا باش آشنا شدیم حجمای اولیه مثل هرم مخروط مکعب کره و سوانه اینجا میایم اونا رو نور پردازی میکنیم و یک مثال هم اجرا میکنیم و نشون میدیم که حجمایی که تو محیط اطرافمون وجود دارن ترکیبی از این حجم های پایی هستن پس ما تو این بخش میریم نورپردازی یاد میگیریم و اصول نورپردازی رو که نور از کجا وارد میشه رفلکس چیه و غیره خب این بحث نورپردازی خیلی خیلی عمیقه و خیلی حجمش بالا به خاطر همین من اومدم یه قسمت زیادش رو به صورت مثال اجرا کردم تو بخش پنج بخش مثال ها یعنی یکی از مطالبی که توی نور پردازی کاربرد دارن و من به صورت مثال بهتون آموزش شدم. هر هرچند که تو دوره پرش و پرواز همونا به صورت تخصصی جدا جدا واسه شون توضیح دادم تو بخش پنج مثال ها رو کار میکنیم و همین اکس هایی که اینجا میبینید و بیشتر از این تو مثال ها خیلی خیلی نکتا گفته شد و خیلی بهتون کمک میکنه حتما با دقت گوش کنید و ببینید چون بخش زیادی از آموزش توی مثال ها پنهان شد خب این بود از پنج بخش ما و تمریناتون انجام بدین چند تا رفرنس دیگه بغیر از اینا من توی پک میذارم و شما میتونید اونا رو اجرا کنید یا از اینترنت دانلود کنید به ترتیب هر بخش رو تمریناشو میتونید واسه بفرستین با پشتیبانی در ارتباط باشین artool.ir با پشتیبانی در ارتباط باشین من کاراتو میبینم نظرم بهتون اعلام میکنم و پیشنهاد من به شما اینه که بعد از دیدن این دوره برای اینکه نقاشی حرفه‌ای رو شروع بکنید و وارد دنیای حرفه‌ای نقاشی بشین دوره پرش پرواز رو بگذرونین چون این دوره مطالبی توش هستش که واسه حرفه‌ای شدن تو نقاشی حتما باید اینا رو یاد بگیرین اگه یاد نگیرین نمیتونین مسائل پیچیده ی نقاشی رو درک بکنید همین حرف دیگه ای ندارم امیدوارم که خوش بگذره دوره بهمون و بزن بریم